یو سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوبین؟ برگشتیم با یه ویدیو یوتیوب دیگه. بازم میخوایم توییت های زیبای این هفته رو با شما بخونیم. من اشکانم، لایک و کمنت، سابسکرایب. همین سابسکرایب شخص به دهن من نمیچینه. یادتون نره لایک رو همین الان بزن، کامنت و سابسکرایب رو تا آخر تصمیم میگیریم. لایک این ور تصویر برای شما یا این ور، فکر کنم فارسی انگلیسی باشه، این یوتیوبت فرق میکنه. آره بریم توییتر رو با هم بخونیم. بریم. فکت: هر دختری حداقل یک بار این کارو انجام داده. اتومو فکر کنم وقتی که میرن خونه یکیشو مثلا، آخه اکثرا دیدی مثلا اتوموش میسو، ولی فکر کنم دهنمو سرویس میشه. من دیگه خانمای جدیدو نمیبینم موهاشون اتومو کنن. قدیم خانوما اصلا انقدر که الان براشون سلامت مو و پوست و ایناشون مهمه، حتی آقایون خیلی براشون مهمه، قدیم اصلا کسی به یک براش هم نبود، به خدا نبود. یعنی هر چی پیدا میکردن میخوردن، هر چی پیدا میکردن الان جوش میزدن فعلا اصلا براشون مهمه. الان دی کراتین هم مثل که بچه ها حتی موها رو خراب میکنه. آره مزوتراپی میرن الان و ویتامینه میکنن موهاشون. توییت بعد نمیشه: جر خوردم سر این شات. اصل فرستاده، گفته از کجا بفهمم اصله؟ از خودش عکس فرستاده. زنبورا زدم برار. گفته من سر شیشه میخوام. این قشنگ بود، نوآورانه بود، دوست داشتم. دراماتیک تر از ناخون کارم ندیدم. سلام عزیزم، خوبی؟ راست چند شب پیش استوری تو دیدم، ناخونات رنگش و مدلش عوض شده بود، پیش کسی دیگه ای رفتی ترمیم، از دست من ناراحتی، خیلی ناراحت شدم، راستشو بخوای گلم. آخه بچه‌ها شما ناخون کارشو عوض می‌کنید، یارو اینجوری دلش میشکنه، شما چجوری دلتون میاد خیانت کنید؟ ها. توییت بعد یه چته نوشته: ولی من ماهو خیلی دوست دارم. گفته چرا؟ گفته میگن کسایی که ماه رو دوست دارن رو از دست ندین، چون اونا یاد گرفتن چیزی که یک وقتای کامل نیست رو هم دوست داشته باشن. خیلی قشنگ بود. همه ما بچه‌ها توجه کردیم بعضی اوقات خودمون نیستیم، حالمون خوب نیست، توی دوره Thanks. همه ما یک تایمایی شده که کسی رو دوست داشتیم که یک کم بد اخلاقی کرده، حرفی زده که نباید میزده. ببین خط قرمزا رو میدونم طرف رد کنه تمومه، ولی اینکه یک تایمی حالش خوب نبوده، خوب جواب نده، بعد حرف زده، از دستش رفته، تندخویی کرده، اینا رو میشه بخشید. آدما بعضی اوقات خود کاملشون نیستن، یارو کار براش پیش اومده، مریض بوده، نتونسته چند وقت بیاد. همدیگه رو درک کنیم دیگه. آره سمداری. توییت بعد گفته: توجه زیادی کشنده است. یک دنه با ذره بین یعنی خیلی زیاد داره. دقیقا من اینو قبول دارم. من بچه ها یه تایمی ترجیح میدادم با هر کی ما میخواستم فاب باشم، او ترجیح میداد دیگه اصلا ما رو نبینه. نمیدونم چرا. من هر وقت تصمیم گرفتم گفتم ولش کن دیگه، من اینو دوست دارم، بذار با همین بمونم. یک جوری فاتحه ما رو میخواندن که ما گفتم خب همو آشغاله که باشی کافیه، الان هم ترجیح هم تنهاییه. توییت بعدی گفته: از لحاظ روحی نیاز دارم عروس این طایفه بشم. فکر نکنید مثلا اینا خیلی پول دارن، هی مثلا پول میریزن رو سر هم. این رسمیه که ما مشهدی هم داریم اینو، و میرن هم وجود پول میریزن تا زهر که مثلا اسمیتر و کار درست در بشه بیشتر میاد پول میریزه. و اون هم که پنجایی میدن مثلا میدن دستش، دهی رو میدن دستش، میگن ما خیلی دارم پول زیاد میدیم، ما مثل هزاری ها نیست پاش بدم رو هوا. ای رسم و رسوم ما هم داریم، رو سر داماد و اینا میریزن و فکر نکنیم مثلا خیلی واو خرج کنن، چون بعد اینکه مثلا تو رو سر داماد میریزی، اونم میاد دامادیه تو مثلا رو سر تو هم پول میریزه. زن میگن عروسی فلانی فقط 30 میلیون شباه شدن، و اکثرا هم مال چیزه خواننده این شباه شه، و رو سر خواننده میریزن و یکی جمع میکنن. به چهار ولی کتک بزن، به چه امامت پول برداره یکی بزن پس کلا درسن. توییت بعدی گفته: ویو بالکن خونه رو ببین، پادشاه فصل ها پاییزه که یارو میگفت، پاییز که یارو میگفت، همینه، واقعا همینه. و نمیدونم این کدوم شهره و کدوم یه جای شمال هست که مثل اینجا دیگه، میدونید شاه ایران توش زندگی میکرده، کاخش معروف ترین کاخش رامسره و واقعا بهشته. یعنی پولدارایی که اونجا باغ دارن، باغای حدود مثلا 200 300 میلیاردی من دیدم دارن. حالا یک بعضیاش که دیگه یه جاییه که فقط من خب متاسفانه میدونین مشکل چیه، شما حداقل نمیدونین کیان، ولی ما چون مثلا یکم حالا شناخته تر شده و آماراش به گوش ما میرسه مال کیاه، برادر من مثلا بابا 6 تا باغ لاکچری داره از بولگوند کله گونداک کلهشون انقدر مثلا اسمشو بیارم فرد بازداشتگاه، باباش 6 تا باغ داره، یک باغش مثلا 300 میلیارده با یک کارگر، باغ کلا ول کردن، مثلا باغ مثلا سالی یک بار فکر کن نمیرن، مثلا 5 تا مثل او دارن، 3 تا خانه تو آلمان دارن. از این بیشتر بگو ببینید. FBI open the door. امیر گفته بهترین دوران زندگیم تو این شهر بود. SCJ واقعا این
اینجا رو اگه هر پسر اینجا رو نشناسه بدونین که به درد مرد زندگی تان نیست. پسری که جی تی ای بازی نکرده باشه مرد زندگی نیست. توییت بعدی نمیشه چیزی نیست. شیرازی ها یوگای همگانی گذاشتن یعنی عاشقشون. این واقعه خداییش. جامعه خوابیدن. مرد و زن خوابیدن واقعا؟ فکر نمی کنم. دروغه. این شیرازی نیست قبول نه. ولی خودشون هم ناراحت مثلا خیلی هم مثلا باشون شوخی میکنن با شهرشون ناراحت میشن. ولی واقعا مثلا من رفیق شیرازی خب خودم خیلی دارم. چند تا رفیقای صمیمی هم شیرازی هم میگن عمو حوصله داری. واقعا میگن با افتخار میگن عمو ما خسته ایم حوصله نداری. خیلی بانمکه. من لهجه شیرازی به نظرم بانمکترین لهجه ایرانه. خیلی بانمک شیرازی. من خودم خیلی دوستشون دارم. توییت بعد گفته شاید باورتون نشه ولی ما دخترها به اون اینکه خیلی بیشتر خوشمون اومده خیلی سخت‌تر پا میدیم و خیلی دیرتر میذاریم که حتی بوسمون کنه. ما نمیدونم چی جوریه داستان. یعنی هرچی بیشتر دوستش داشته باشی کمتر بذاری بهت نزدیک بشه. سرو آزاد گفته بزرگوار با مامانش اومده بود باشگاه سر هر دستگاهی صندلی میذاشت مینشست و ستهای مامانش رو شمارش میکرد و به هیچ کس محل نمیذاشت. عاشق بچهای مغرورن. نه بچهایی که حاضر جواب و پرروان از اونا بدم میاد. بچهایی که مغرورن کار به کسی کار کسی ندارن فقط مثلا پیش خانواده‌اش اینا با اونا خیلی حال میکنن. مثلا بچهای من کسی بیاد بهش بگه سلام من بودین چطوری خوبین برای بینامت مادر. بعد نوشتن آخرین ضربه به پیکر نیمه جان موسیقی ایران. اصل خانم این دوستان چی همه زنگ میزنن میگن آقا من طرف فلانی تماس میگیرم. خیلی ممنونم که وارد زندگیم شدی و بهم ممنونم که وارد زندگی میدی همیشه. امیدوارم که یه روز دستتو بگیرم و بهت بگم چون اسمم همه مخفیه. هر لحظه که کم آوردی بدون من پشت آره براش متن میخونه متن اتفاق زندگیم و خواستم بهتون بگم که قلب منی همه همو غم منی شونه تو خونم تنها نقطه امن منی خوب خونده تو واقعا به نظر من قلب منی. حرفی ندارید بهشون بزنید؟ نه فقط ارزم بتونم جبرانشو بکنم. یارو اصلا به فکر اصل خانم نبود میخواست مخ خودتو بزنه. دو کامنتو گوش گفتن گفته صدای مرغ داد. من صداش کم بود اونقدر نشدم ولی همون کمی هم که شنیدم به نظر من بد نخون. من اول کلا فکر کردم به زمان دیگه داره میخونه. من فکر کردم اولش داره هندی میخونه. قداستی گفته قلب منی همه همو قام منی. امیر جان داشت خنده میکرد قشنگ بود. توییتش فعال بود. دوست داشتم رشته توییتش بود. رشته توییتم رشته پست بود فکر کنم. موبیکس گفته طراح این آبنما وقتی داشت اینو طراحی میکرده به چی فکر کرد؟ مگه چی آبنماش؟ ایران هم هست هایپرمی برار گلوم. برار گلومی شبیه هر چیزی که مو فکر میکنم اگه باشه بیشتر شبیه چشم فرح پارک ملت مشهد. این خیلی نه این چیزی که برار دقیقا میرم توییت بعد. ولی برار این معماری درستی نیست. زنم چه مردم دارن از اونجا رد میشن برات. اینو بعد پی وی میفرستی نه ای که بیای وسط اونجا بزنی. توییت بعد یه دختر خانم میشه نظریه کم طرفدار موی کوتاه جذابتره. به نظر من به هر کسی یه جور میاد و اینجوری نیست که آقا بگیم هر کسی هر جور خودشو دوست داره باید با اون باشه. اینجوری نیست که موی کوتاه حتما خوبه یا موی بلند حتما بده. یکی کچل میاد یکی موی بلند میاد. پیتبولو ببینم همه کچل دوست داشتنی میگم بهش. توییت بعد پرسو نوشته رابطه من و ماکارونی. ولی این ماکارونی خوبی نیست. من خودم الان دوباره ماکارونی درست کردم. حالا یه بار رسیپیشو بهتون یاد میدم. برای خودتان ماکارونی درست کنه نگاه کن. از یوتیوب یاد گرفتم خودم. شما میرین یوتیوب چیزای پرفیزی بی‌ناموسی نگاه میکنین ما میام یاد میگیرم. غذا برای خودم درست کنم ولی ماکارونی شفته. این ماکارونی که اینجوری شفته باید با آب سرد خوب بشوریش که اینجوری شفته نشه. توییت بعد گفته تعریف ما پسرها از سادگی و زیبایی. ولی من بهتون یه پیشنهاد میکنم سعی کنین سلیقه خودتون و قیافتون رو طبق سلیقه کسی نچینین چون هیچ وقت آدما از نظرشون شما بهترین نیستین. شما از این لحاظ باید به نظر من به یک حالتی برسین که خودتون با خودتون حال کنین. خودتون رو دوست داشته باشین. باشه. توییت بعد نوشته دنده اسنپ امروز کرج بی لایک. چرا انقدر در مورد کرج بد میگین خدایی؟ من خودم تو تهران دیدم مثلا بنا کرجی اومدن اینجا ترافیک کردم به خدا بابا این کرج بگو آقا تو خود کرج بابا هممون ایرانیم. هزار بار من اینو گفتم نگاه بازم میگین کرج. یه بار یه توییت دیدم میشد کرج رو بمباران کنید. کرج آدمای با معرفت اصلا لحظه شون اینجوریه داداش. این زمیای با دل پر بیا
ما دوستت داریم دادا، ما دلی دوستت داریم، اینجوری سوار. توییت بعد نوشته به هر کسی تبریک تولد نگین. لئون گفته، لئون نسبتاً حرفه‌ای، به هر کسی تبریک تولد نگین. لایک کرده پیام تولد، چون خیلی بیشورن کسی که این کارو بکنه، خیلی بی‌شخصیتیه. حالا مثلا من خودم 11000 تا کامنت تولدم مطمئناً نمیتونم جواب بدم، ولی مثلا دایرکتور تا اونجایی که بتونم تشکر میکنم جواب میدم. این که مثلا طرف کلا 200 تا فالوور داره، 50 تا داره، 100 تا داره، جواب تبریک نمیگه، واقعا به نظر من کار بی شخصیتیه. هر نظر من خیلی کار چیپیه. حالا شاید هم ما نمیتونیم یه تبرق قضاوت هم کنیم، ما آدما بچا یه جوریم، همیشه فکر میکنیم حق با ماه، ولی خیلی وقتا حق با اون طرف مقابله. ولی مثلا تو شما قاضی نیستین که بریم مثلا یه جایی میبینی این یارو حرفش منطقیه، حق با اینه، اینم یه جوری توضیح میده که منطقیه، حق با اینه، یعنی همیشه باید شواهد نگاه کنیم. توییت بعد امیر گفته این نگاه، این خنده، اینجوری سر پریز شارژر ایستادن نکن داداش، بعدا ناراحتت میکنه. یه پسر حدوداً 14-15 ساله داره چت میکنه با پارتنرش، و یه پسر 25 ساله ماشین خارجی که باباش برای سده میاد یارو تو ازت میبره. این علتیه که پسران نباید تو سن پایین با کسی وارد رابطه بشن. 90% 95% پارتنرتون رو به این شدت شدید ازتون میگیرن، چون در جامعه جدید فضای مجازی وجود داره و به راحتی دسترسی زیاد شده، و شما رو هر چقدر دوست داشته باشی تایمی علاقهشون کمتر میشه نسبت به شما، و اون شخص میبینه که یک شخصی با 10 لول بالاتر شما داره ازش درخواست میده و به راحتی شما رو جایگزین میکنن. بله نسبت به شما خیلی درصد کمی اینجوری هم البته میدونین که. آره توییت بعدی گفته حیف که نیش میزنه، وگرنه میشد یه کاریش کرد. چیه این ماره چرا اینجوریه؟ ماره چرنجوریه؟ خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. من اشکانم تا یه ویدیوی رو تیپه دیگه. خدا یارو نگهدار.